السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، يا خليفة الرحمن، يا إمام الإنس والجان، يا بقية الله، يا ابن أمير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين، يا رب الحسين، بحق الحسين اشف صدر الحسين، بذور الحجة، يا رب الزين بحق الزينب، اشف صدر الزينب بزهور مهدي عظيا مولاي أضيا أي مهربان، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ما چشممون به در مونده کی میای سمت ما، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، ای جالا یا ابن الحسن. با خودم فکر کردم چه مقدمه ای برا روزه براتون بسازم، اما این نالایی رو که من میبینم نیازی به مقدمه نداره. بریم سر اصل مطلب، خیلی ها هستن تو همین جمع، من خودم میشناسم، یه سالو برای شب زندگی میکنن، اونم شب سوم محرم. صلی الله علیک یا ریحانة الحسین، ام ابی های حسین، ای بانو ای
شب شب که با تو انت به ویران گرفتم ویران را به جای گلستان گرفتم آخه امشب شب مبارک قدر است و من تو را بر روی دست خیش چو قرآن گرفتم همه ی حرفام شب از زبان همین خانم باشه بابا این سربازای رومی خیال میکنن ما نمیفهمیم ما رو توی خرابه آوردن به هم دیگه با زبان رومی میگن گوش به صدا باشین که دیوارای این خرابه رو اهلش خراب میشه امشب رقیه مهمان دار از میزبانیم خجلم سفرم تهیست نان نیست جان به مقدم مهمان گرفتم پاداش تشنه کامی و اجر گرسنگی گلبوسه ایست که از لبت شان گرفتم اگه خیال کردیم شبم اینطوری رد میشه نه من امشب باهات کار دارم کبود باید از این مجلس بری بری آخه یکی از مداها میگه یه جا به روزه خانم رسیدم به اصل حقیقت روزه بی بی پی بردم کجا؟ میگه تو روزه ها میخوندن و میخوندیم که دختر 3 ساله ابی عبدالله از رو ناقه افتاد زمین میگه سوال بود برام خب افتاد زمین چرا کسی رو صدا نزد؟ که بعدش گم بشه که بعدش زجر بیاد دنبالش این سوال بود برام تا یه روز دختر بچه 3-4 ساله خودم از بلندی خورد زمین میگه خدا شاهده نگاه به چهرش میکردم نفسش بالا نمی اومد چه برسه کسی رو صدا بزنه ای از بس که پا برهنه به صحرا دویدم یک باغ گل ز خار مغیلان گرفتم بر داغ دیده شاخه گل هدیه میبرن من جای گل
سر تو را به دامان گرفتم. آقا حال داری بریم یه سر مدینه برگردیم شام؟ آخی زهرا به چادرش ز علی روم میگرفت، زهرا به چادرش ز علی میگرفت رو، من از تو رو به موی پریشان گرفتم. خوب دل بدی تو را آوردم اینجا که مهمان خودم باشی، شب آخر روی زلف پریشان خودم باشی. بچه های کوچیکو دیدین وقتی میاد تو تاریکی صدا میزنه بابا کجا نشستی؟ من از تاریکی میترسم، من از تاریکی شبهای این و ایران میترسم. تو را آوردم خورشید تابان خودم باشی. آخ بمیرم برات بابا، فراقم گرچه نابینام، فراقت گرچه نابینام کرده باز میارزد که یوسف باشی و در راه کنان خودم باشی. من شرم دارم این یه خط رو بخونم، یا صاحب زمان منو ببخش، شب سوم محرمه، به خدا مراسم هفتگی باشه جرأت نداریم اینا رو بخونیم، اما اگه این شبا نخونیم میمونه. آخه پدر نزدیک بود امشب کنیز خانه باشه. آبا دختر حسینه، به تو حق میدم پاره گریبان خودم باشی. آخه اگرچه عمه دل تنگ است، اما عمه هم راضی است که تو این چند ساعت را به دامان خودم باشی. همیشه بغلم میگرفتی بابا، امشب دیگه نوبت منه. چرا اندازه داداش ولی از خر شدی؟ حسین جان، حسین جان، میگن پدر آرزوش اینه بزرگ شدن دخترش رو ببینه، عروس شدن دخترش رو ببینه. از این 50 سال تو 3 سالش قسمت ما شد، یک امشب را نمیخوای پدر جان خودم باشی. بابا کاش دخترهای شامی اینجا میبودن، اونایی که پوز باباشونو به من میدادن، بیا
بیان ببینن منم بابا دارم. تازه بابای اون اگه بخواد بیاد با پا بیاد، بابای من تنها بابای دنیاست که با سر اومده ملاقات. زیاد اذیتت نکنم، روزمو بخونم و سینه زنی سرت را وقت قرآن خواندنت بمیرم بر تشت کوبیدم. تو باید بعد از این قاری قرآن خودم باشی یا عبدالله، یا عبدالله، یا عبدالله. جد قریب شما فرمود حسین جان قرآن بخوان. امیر المومنین فرمود حسین جان قرآن بخوان. مادرتون حضرت صدیقه طاهره فرمود عزیزم قرآن بخوان. تو این عالم یکی گفت بابا قرآن نخون. چرا؟ و هر وقت قرآن میخونی یا با چوب میافتن دنبال یا با سنگ میافتن دنبال. دلت آماده است کجایی بابا؟ شده نماز من شکست. کجایی بابا؟ شده قیام من نشست. کجایی بابا؟ ببین تیممم به خاک کوی تو با دست بسته. کجایی بابا؟ همه سادات فرمود تا سر بریده را آوردن برای این دختر بچه. همچین گرد و خاکا رو کنار زد، خاکسترا رو کنار زد. بابا میدونستم میای ولی نه اینطوری. من الذی ایتمنی علی صغر سنی. کی داغ تو این سن و سال به دلم گذاشت بابا؟ فرمود همچین که لبا رو به رگهای بریده بابا گذاشت. خانم زینب داره میگه دیدم سر یه بر افتاده، دختر یه بر افتاده. کجایی بابا؟ شده نماز من شکست. کجایی بابا؟ شده قیام من نشست. کجایی بابا؟ ببین تیممم به روی خاک تو با دست بست. فکر کنم اینطوری کارت را نمیفته. بسم الله قول بده گریه کنی. شب سوم محرم عرضم تموم. بابا نگو که کجا بودی بابا، همه جا با ما بودی بابا.
زیر دست و پا بوده بابا. بلند بلند گریه کن، عمو عباسش نشنوه. بابا چشمم خوب نمیبینه بابا، سیلی خوردم از کینه بابا، با انگشتر خودت منو زدن. چشمم خوب نمیبینه بابا، گوشم خیلی سنگینه بابا، سیلی خوردم از کینه بابا بابا بابا. بابا خودت گفتی شبیه مادرم باش، من مثل زهرا مادرت آزار دیدم، آخ سیلی که خوردم عمه راهم تار دیدم، یک لحظه یادم رفت نام من رقیه. یعنی تو قافله ایستاد و از این قافله یه دختر 3-4 ساله نیست، خانم زینب نگاه که عزیز دلم، نور عینم رقیم نیست، گو کی میخواد دنبال این دختر بچه بگرده، دید کسی داوطلب نشد، صدا زد زجر تو باید بری دنبالش. نانجیب صدا زد من خستم، یکی دیگر رو بگو بره دنبالش. و امر نظامیه، وقتی میگم زجر تو باید بری، تو باید بری، میگن نانجیب پاهاشو میکوبید زمین میرفت دنبالش. جان روزه همین جاست، یا صاحب از زبان منو ببخش. یه همی که داشت میگشت پشت یه بوته خار، دید یه دخترکی آروم خوابیده، از زبون روزه خون بخونم بعدن نگی کجاست. میگه از موی این دختر گرفت آورد بالا. هی التماس میکرد آقا میخوای بزنی بزن، یه کاری کن نمیرم، شده برای آخرین بارم، شده یه بار دیگه عمم زینب رو ببینم، بلند صدا بزن حسین، تا این نفس یاری میده، صدا بزن حسین.